سلام، من آیدین حسن‌زاده‌ام و امروز قرار در مورد پدال سالید استودیو از کمپانی ناکس صحبت بکنیم. خب این پدال یه پدال امپ مادولر یا امپ سیمولیتور و همینطور کپ سیمولیتور هستش. اما قبل از اینکه بریم سراغ دیتیلش و ببینیم که این پدال چه امکاناتی رو در اختیار ما قرار میده، خیلی از بچه‌ها زمانی که پدال‌های دیستورشن یا اوردرایو خریداری می‌کنن، حالا مخصوصا بچه‌هایی که بیشتر با کارت صدا سر و کار دارن و با آمپلیفایر کار نمی‌کنن و آمپلیفایر ندارن، فکر می‌کنن که اگر این پدال رو خب گیتار رو وصل کنن به پدال‌های دیستورشن و بعد وصلش بکنن به سیستم در و دایرکت یا همون کارت صدا، خب صدای خوب میده. در صورتی که ابدا این اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه حتما ما جلوی در واقع دیستورشنمون یا سر راه سیگنال دیستورشنمون باید حتما امپ و کابینت رو داشته باشیم. پس این دوتا نکته که از الزامات در واقع ما برای نوازندگی گیتار هستش. خب حالا خیلی از مواقع ما امپ نداریم، خیلی از مواقع امپی که میخوایم با اون مشخصاتی که میخوایم شاید در دسترس نباشه یا خیلی گرون باشه، یا برفرض فکر کنیم که میخوایم وارد استودیو بشیم، تو اون استودیو بخوایم ریکورد یا انجام بدیم و شرایط حمل و نقل امپلیفایرمون رو به اون صورت نداریم. در واقع چیزی که کمپانی ناکس رو این پدال انجام داده، اومده 8 تا کب از انواع مختلف کابینت های گیتار رو تو شبیه سازی کرده و همینطور میدونیم که خب ما اگر بخوایم در یک استودیوی کاملا مجهز ما بخوایم از کابینتمون صدا بگیریم، طبیعتا باید توی شرایط خیلی خاصی آکوستیک باشه اون مکانی که داریم رکورد میکنیم و طبیعتا از میکروفون های مختلفی استفاده بکنیم. جالبش اینجاست که توی این پدال اومده 8 تا میکروفون مختلف هم برای ما در نظر گرفته و شبیه سازی کرده. پس تا اینجا ما 8 تا کابینت داشتیم، 8 تا میکروفون داشتیم و نکته باز خیلی جالبش اینه که ما میتونیم بیایم میکروفون هایی که انتخاب میکنیم رو بر اساس 3 تا پوزیشن مختلف جلوی سپیکر کابینتمون قرار بدیم. میتونیم سنتر بذاریم، وسط بذاریم، میتونیم میدل بذاریم و میتونیم توی اصلا اج یا گوشه سپیکرمون قرار بدیم که هر کدوم از اینا باز دوباره یه صدا رو به ما خواهند داد. از طرفی گفتم که این پدال امپ سیمولیتور هم هست. در واقع به ما 3 تا آپشن میده که اون امپی که داره سیمولیت میکنه از چه تیوب هایی داره استفاده میکنه. ما میتونیم از تیوب های EL34 استفاده بکنیم، EL84 استفاده بکنیم یا 6V6 استفاده بکنیم که جز معروف ترین تیوب هایی که تو امپلیفایر ها استفاده میشن. از طرفی ما توی این قسمت 3 تا ناب داریم، مستر، درایو و پرسنس، که خب درایو که تکلیفش مشخصه، در واقع درایو امپلیفایرمون رو به ما میده و مسترمون هم که خروجی یا ولوم در واقع نهایی ما هستش و پرسنس که یک اکولایزر روی در واقع بازه های فرکانسی یا فرکانسی بالامونه که یه جوری شفافیت صدامون رو روی امپمون برمیگردونه. خب من اول ویدیو یه ریفی زدم و این ریف رو سویچ کردیم زمانی که این پدال روشنه و زمانی که این پدال خاموشه. من دوباره میخوام این کار رو انجام بدم، میام امپ و کبم رو خاموش میکنم. دیستورشنی که استفاده میکنم فایرمن ناکسه که بسیار دیستورشن خوش صداییه. من اینو به تنهایی اگه بزنم خیلی صدای جالبی به من نمیده، خیلی فازیه اصطلاحاً، خیلی فرکانس های به درد نخور توش زیاده، یه سری فرکانس هایی که ما نمیخوایم. اگر امپم رو روشن بکنم باز هم به تنهایی اونقدر تأثیری نمیذاره، شاید بهتر هم حتی نشه صدام. و در نهایت کب ماست که باعث میشه که اون فرکانس های اضافه در واقع از بین بره و شکل و شیپی که اکولایزر در واقع نهایی به ما میده خیلی خیلی نزدیکتر به صدایی که یه کابینت واقعی در واقع به ما میده. خب همجور که توی تصویر میبینید کابینت هایی که دارم رو میخوام امتحان بکنم.
خب همونجوری که دیدید من تمام 8 تا کابینتی که داشتم رو امتحان کردم، اما باز تاکید میکنم که تمام اینا رو با داینامیک 421، با میکروفون داینامیک 421 دارم صدا میگیرم ازش. طبیعتاً باز هر کدوم از این 8 تا میتونن 8 تا حالت مختلف از لحاظ میکروفون داشته باشن و طبیعتاً از لحاظ تیوب ها 3 تا حالت مختلف و چینش مایکروفون هامون باز دوباره 3 تا حالت مختلف. پس در واقع پدالیه که خیلی خیلی زیاد آپشن به ما میده و اگر یه پدال بورد جمع و جور میخوایم که با خودمون تو استودیو ببریم، توی تمرین، سر تمرین تو استودیو مختلف یا حتی توی اجراها ببریم و نیازی نداشته باشیم که آمپلیفایرمون رو با خودمون ببریم، میتونه خیلی خیلی گزینه خوبی باشه و طبیعتاً با یه هزینه کمتر، با طبیعتاً وزن کمتر ما میتونیم یه تعداد زیادی امپ رو با خودمون توی پدال بوردمون داشته باشیم. خب حالا من کبمو گذاشتم روی حالت 412. قراره که با میکروفون های مختلف در واقع این کار رو انجام بدیم. میکروفونم رو من میذارم رو حالت میدل. روی حالت میدل در واقع میشه گفتش که بین اج و سنتر قرار داره و ببینیم که چه صدایی میده روی حالت های مختلف. خب من اومدم یک کابینت 412 گذاشتم و یک میکروفون C414 گذاشتم. طبیعتاً قراره که آپشن بعدیمون رو تست بکنیم که جای میکروفونمونه که کجا قرار بگیره. مثلا اگر رو حالت سنتر باشه، رو حالت میدل و رو حالت اج. حالا اگه بخوایم از حالت های تیوب های مختلف استفاده بکنیم، EL34 رو داریم که 6V6 و EL84. یه نکته که من در مورد این پدال خیلی دوست دارم اینه که این پدال IR لودر هم هست، یعنی در واقع میتونه فایل های IR رو یا همون مخفف ایمپالس ریسپانس رو در واقع لود بکنه. ما میتونیم با استفاده کردن از یک کابل USB فایل IRمون رو بریزیم روی این پدال و به راحتی ازش استفاده بکنیم. اگر یه توضیح خیلی ساده بخوام بگم اینه که IR ها یه سری الگوریتم های صوتی هستن که توسط حالا کسایی که توی استدیوهای مختلف با امپ های خاص یا اسپیکر های یا کابینت های خاص هوای کار میکنن، این به صورت یه سری داده در واقع دیجیتالی ثبت میشه و توی اینترنت به حالا خیلیاش به فروش میرسه، خیلیاش به صورت فری هستش و ما میتونیم دانلود بکنیم. پس در واقع میشه از این 8 تا برفرض کبی که توی این دیوایس ما داریم یا جورایی فراتر هم بریم و بخوایم چیزهای خاصتری رو توی اینترنت پیدا بکنیم و ازشون استفاده بکنیم. خب همونجوری که توی تصویر می‌بینید یه ورژن مینی هم از این سال استودیو تولید میشه توسط کمپانی ناکس که قسمت کپ سیمولیتور و IR لودرش رو در واقع گنجوندن توی این پدال کوچیک و طبیعتاً با یه ابعاد کوچیک‌تر، وزن کمتر و قیمت یکم به صرفه‌تر ما میتونیم از قسمت کپ سیمولیتور یا IR لودر پدال سال استودیو توی این پدال مینی استفاده بکنیم.